خواهر گرامی ما دو ماه پیش شوهرشان در یک حادثه آتش سوزی از دست دادن که برای فعلا یا هم بار دوش فامیل هستند و مجبور است فامیل یک لقمه نانی که پیدا میکنه برای یا هم بتک یا هم دو تا طفلک دارن و یا هم پدرشان میشه که مشکلات زیادی دارن. این کاکای بزرگوار ما از نبود پول زمانی که به مرض شکر گرفتار میشن امکانات خوب در زندگی نبوده، مجبور شدن که یک پایشان را قطع کنن، دیگه چاره ای نداشتن. خواهرای خود از بیادرای خود یک کمکشان برسه به ما بتن تیر شو از زمستان است، سخت است، مشکل است دیگه. خواهش میکنم خواهرای بیادرای عزیز داشتگی کمکشان میکنه، نداشتگی خیره، دعای خدا بکنه. تا بالش کمک از طرف هیچ ارگان بر شما صورت نگرفته از طرف قاربتان خیشوندان؟ نه خیلی نه. پدرک مکن میبینین مرض شکر داشت، تقریبا 24 ساعت هم شفاخانه میبردیم میاردیم، رایگان بود. تو بیادرم پودریست، یک بیادرم ترفریشو میکنه، از او چی آید چه مای بگیره میره تداوی کنیم یاد دیگه. فعلا هم همی روزا میمی شکرش بالا هسته، همی وقت هم سخت به دکتر نیاز داره دیگه، داره نمیشه دیگه، دست که پول نداشتن دیگه نداشتن پا یکش قطع شد. پدرک مام اول بود آشپز بود، کار میکرد خوب، یک بعد از او که آشپزی هم دیدید که زورش نرسید بیچاره پینه دوزی میکرد. بعد از او که پایش قطع شد اینا تقریبا 8 ماه میشد در روی جای است، در خانه است. مادرتان هم حیات از گفتین جای کار میکنه؟ بله جای کار میکنه، او هم مثل امروز میره خانه یگان تا یک کالوشی باشه یا یگان خانه کشی باشه یگان توشک جور کنند دیگه کنم. اصلا روز یک ساعت یک نیم ساعت کمک همون میرسه. فعلا خرج خانه برای کی است؟ سرم بیادرک من طرف فروشی هست دیگه، خرج خانه ما چی داریم؟ دیگه دیگه نبینن یک دیگه نبینن، یالا من نان خوشم باشه نه هست نباشه خواه میکنن همون توشتگاه دیگه، ها چی کنیم؟ یک نفر دقیقه سه فامیل ده چی برسه؟ رسیدگی کده نمیتونه. پس شما هم وطنان عزیز، ما و شما کسایی هستیم زمانی که از وضعیت همچو فامیلا باخبر میشیم هر چه زودتر باید کمک کنیم. هدف از نشان دادن این فامیلا از طریق تلویزیون این نیست که خدای نخواسته یا بسیار مردمای خوب نباشن، یا کسایی هستن که محتاج هستن به کمک. پس از اینکه از گشنگی بمرن برن دست به خلافکاری بزنن، برن یک کار خلاف انجام بدن، این بهترین راه است که ما درد دل فامیلا را برای شما میرسانیم و شما کسایی هستین که کمک میکنین. اگر شما کمک نکنین متاسفانه او وقت ای همچو فامیلا از گرسنگی و بیچارگی اولاد خود خانواده خود دست میتن یا میرن یک کار خلاف انجام میتن. یعنی چه شده ماندیم برده در از پای هم ماندیم از دست هم ماندیم، این ها خواست. قبلا شما 13 نفر فامیل نان میدادین. بله. اما فعلا یک نفر نیست که به شما کمک کنه. اولادایتان کجا چی کار میکنن؟ چرا خبر پدر مادرشان؟ اولادای ما دو تایش پدریست، یکیشون اونجا ترت فروشی میکنه، یک صد دو صد پیدا میکنه شام میارم یا نان خوش میاره یا یک چیز. این هم بودا سوک رو خورد، در چه چاش رو خورد. خدا جگرخون نسازین، خداوند مهربان است. انشالله که امیدوار هستم بعد از این دروازه های رحمت خداوند بروی همگی ما باد شود. میشه که هموطنان عزیز ما کمک کنند، خداوند در دلشان رحم پرته. خدا کم نکنه. حال وضعیت تانا بگوین که چطور است، تکلیفتان چیه، چرا پایتان قد شد؟ وضعیت ما اینطور است که ما شکر هم داریم، روماتیزم هم داریم، یعنی پای خود این ازم یک زخم شد کمکه، این فقط تا اینجا همونطور آگون شده رفت، باز را مجبور ما قطع کردیم، تن همه روماتیزم دیاد مانه، این حال تمام جانمون را روماتیزم گرفته. Tá mesmo?
هم شکرمون بالا هستم امروز و نمار چیزی هم نمیخوریم. چی میگن دکترها چی میگن؟ دکترها نرفتن اما بروزن پتت یک داره جور شد پایانیم همه باید خوب بود باید والا راسته دیگه کم کرایی را رو ما دم شفاخانه را نداشتیم که برو یعنی سه ماه چهار ماه میشه ما نرفتن به شفاخانه. اگر امکانات می بود، پول می بود، شاید وضعیت به یه اندازه پیش نمی رفت. نه، چقدر وقت میشه پایتون رو قطع کردن؟ قرار هشت ماه میشه. هشت ماه میشه؟ هشت ماه میشه. چرا معتاد شدن؟ این مشکلات زندگی وارا معتاد ساخت یا نه که دوستای خراب داشتن؟ چی رقم؟ ای همه دوست خرابی هم شده، همه دم ایران رفت، تینو براد از ایران، این همزه شده اومد. به خاطر کار رفته بودن؟ از خاطر کار میرفتن، که هر سه ایشینه کارگر باشم ما اینجا گوش نمیمانیم یا توش نمیمانیم. اونه یک بچه هست که برادر یک ترکار سازا میکنه، یک صد یک کنم صد پیدا میکنه امرم یک نانش خوشکی یا یک چیپ کشکده میاره. اینه نباشه دیگه هیچ چرا آمده ما نیست. اونه یک سیاسر هم هست که برو کار همه خانه ها را یک میکنه یک نام پا میمونه میتنه یا که برادر یک صد یک کنم صد به دستش میتنه اونم آورده اوگم اونو یک طرف اونو کومک شنو همه هم میرسد. اما چند سال هستی که کجا؟ ما 80 ساله. 80؟ 80 ساله. 60 سال ما آشپزی چی کردیم. 60 سال؟ 60 سال. بیننده های عزیز، برای فامیلم از طرف رهبری تلویزیون و تلویزیون پیکان برنامه بینوایان، ما یک بوجی آرد 50 کیلویی، یک بوجی برنج 10 کیلویی، یک قوطی روغن 5 کیلویی، چای خشک و شکر برشان آوردیم، برشان تسلیم میکنیم. امیدوار هستم که اقلا امی یک ماه را به خوبی و خوشی سپری کنند تا شما هم وطنان عزیز میتونین برای فامیل کمک کنین. زمستانه چوب، زغال سنگ، گاز، خیلی چیزهای کمبود از دهی خانه که ای کاکای گرامی ما اقلا در زمستان گرم باشه که زمستان را بخیر سپری کنند.